مسلمانان شیعه در دهلی نو پایتخت هندوستان و دیگر شهرهای این کشور در سال جاری در مراسم ازاداری امام حسین علیه السلام شرکت کردند. عزاداری و راهپیمایی روز آشورا در دهلی نو به شکل گستردهی برگزار و عزاداران در سوگ شهادت امام حسین علیه السلام اشک ماتم ریختند. شیعیان هندی که در راهپیمای روز آشورا شرکت کرده بودند پرچم و بیرقهای آشورایی با خود به همراه داشتند دسته عزاداری و راهپیمای روز آشورا از روبروی مسجد کشمیری دهلی نو آغاز شد و هزاران ازادار در خیابانها به نوه خانی و سین زنی پرداختند. راهپیمایی آشورای حسینی در روستای چولا سادات اوتار پرادش هند نیز با حضور گسترده اعزاداران حسینی برگزار شد روستای چولا سادات در حدود چهل کیلومتری دهلی نو در اوتار پرادش واقع شده است اکثر مسلمانان شیعه هندی در این روستا زندگی می کنند و با شروع ماه محرم الحرام چهره روستا سیاه پوش و غرق در ازاداری امام حسین علیه السلام می شود مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام در روستای چولا سادات به صورت شبان روز برگزار می شود این ازاداری ها در روز آشورا به اوج خود می رسد و ازاداران با حضور در خیابان ها در راهپیمایی آشورا شرکت می کنند و این راهپیمایی تا پاسی از شب همراه با سین زنی و نوه خانی ادامه دارد همچنین هزاران مسلمان برای راهپیمایی روز آشورا در کشمیر دور هم جمع شدند راهپیمایی آشورا در شهر کشمیر تحت کنترل هند که از سال 1990 ممنوع بود در سال جاری با شکوه خاصی برگزار شد اگرچه از سال 1990 میلادی اجازه راهپیمایی در کشمیر داده نشد اما برخی گروه های کوچک در محرم تجمع هایی برپا میکردند که در غالب موارد به خشونت ختم می شد و نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشکاور و گلوله به راه ما پاسخ میدادند.